یه دختر 14 ساله. اینقدر اذیتش کردم تا از خونه فرار کرد. هرچی دنبالش گشتم پیداش نکردم. بعدم متوجه شدم که با یه گروه قاچاقچی رفته ترکیه. اونجا معتادش کردم. اینقدر اذیتش کردم. تو کارهای خلاف ازش استفاده کردم. تا آخر سر جنازه‌شو براش آوردم. اووردوز کرده بود. آره. من این چیزها رو میبینم عطیه خانم، که اجازه نمیدم زهرام زیر دست یک ناپدری بزرگ بشه. حالا هی تو بگو اون واده پهلوان اینجوریان اونجوریان. من تو کتم نمیره عزیز من. دوستش داری؟ دلت باشه؟ باشه؟ هر کاری میخوای بکنی برو باش ازدواج کن، راحت باش. اما زهرا پیش من میمونه. متوجه شدی عزیزم؟ باز کن محمد رضا. سلام. سلام. چی شده زهرا؟ چیزی شده؟ چیزی نشده، نترس. زهرا هم اینجا سعی و سالم تحویل شما. اما بیا پیش مامانت. سلام مامان. دل منم برات تنگ شده بود. آقا جون میدونه آوردیش؟ فکرشو نکن، خودم باش حرف میدم. یعنی چی؟ یعنی بدون اجازه آقا جون آوردیش؟ بابام داره اشتباه میکنه. این که ناپدری دختر مهرابی اون بلا رو سر بچه‌ش آورده دلیل که نمیشه همین ناپدریا بد باشن. در ذهن مگه تو خودت نمیگی خواستگارت آدم حسابیه؟ وقتی میگی هست یعنی هست دیگه، نیست؟ ان شاء الله خدا خیرت بده محمد رضا، هر چی از خدا میخوای بهت بده. عطیه کیه؟ اون محمد رضا زهرا رو آورده. راست میگی؟ ای خودم سلام عزیزم. منم همینطور. سلام پسرم. بفرما تو. تشکر ممنون. زحمت کشیدی. سلام هم خیر ببینی. دورت بگردم. بیا تو مادر. بیا تو. دورت بگردم من. مطمئنی آقا جو میذاره زهرا پیش من بمونه؟ اونشو بسپار به من. ولی در عوضش میخوام واسم یه کاری انجام بدی. چی؟ میخوام خواهری کنی در حقم. میخوام یه کاری کنی به اون کسی که دوستش دارم برسم. نگران نباش. هر چی خدا بخواد همون میشه. منم هر کاری از دستم بر بیاد برات انجام میدم. دستتو درد نکن. راستی اینا هم هست. زهرا سر چهار راه عزیز دختر بچه گل فروش وسط خرید. گفت مامانش گل سرخ دوست داره. نصف شبی کل توضیح میکنی؟ چی شده؟ چی شده آقا؟ ببخشید خانم. محمد چی شده؟ نصف شبی کل توضیح میکنی؟ متوجه نمیشم چی؟ نیم ساعت پیش در اون خونه، حالا هم اینجا. ها؟ اولا که این تعریف کنیم این داستان چیه؟ اول اینطوری که میگی نیست، دوم هم اینطوری باشه. به تو چه ربطی داره؟ به من چه ربطی داره؟ بیا نکن. دست تو بنداز. بیا دست بیا. دستشو بیا. نکن خف. نمیتونی تیک بزنی.
نخوابیدی ماما؟ خوابم نمبره، دلشوره دارم، قرصم خوردم، خوابم نمبره. چه خبر؟ هیچی، بچه زنی میزنم جواب نمیده. گفت میرم زود بر میگردم دوباره بگیرش. یا خدا، جواب نمیده. وای، چی کار کنم؟ مسعود پهلوان، بلنشو ببینم. سلام. سلام. عطیه خانم همه چی رو برام گفت. وقتی میدم یه نفر مثل من عاشقه، دوست ندارم گوشه زندان ببینمش. بخشیدم ادا محسود. آقایی کردی. من اشتباه کردم. نباید زود قضاوت میکردم. بفهم دفتر افسر میگم. سلام. بیا آقا جون، قاضی در وهله اول دستور صلح سازش دادن. خوشبختانه شاکیتون هم لطف کردن و رضایت دادن. اینجا رو امضا کن، وسایلتو بگیر و برو. دیگه هم انشاءالله شما رو اینجا نبینیم. دست شما درد نکنه. راه نمایی کنید. بله. شرمنده، زحمت کشیدیم. اینطوری نگین، وظیفه‌ام بود. یه دفعه نفهمیدم چی شد، خون به مغزم نرسید. آقا مسعود، از شما بعیده به خاطر دوست داشتن را بیفته تو خیابون یه آدم بیگناه بزنی. عطیه خانم، من دیگه تو سن و سال نیستم که این مسئله نفهمم. حقیقتا من شنیدین دیگه، علاقه بیش از حد آدم. ببخشید. الو. سلام مریم جان. چیه، چی شده؟ جایی نیستم، یه مقداری کار داشتم، طول کشید. دارم میام، نگران نباشید، دارم میام. خداحافظ. ماما. نه مام، بیا مسعود اومد. سلام داداش. سلام مریم جان. معلوم هست کجایی؟ هزار بار زنگ زدم به گوشیت، نگاه به ساعتت کردی. شوشم نگرانی مگه؟ دلم هزار را رفت، تو کجایی؟ چرا عزیز جون، مگه جنگه؟ یه گیر و گوری داشتم رفتم اومدم. برو یه دوانا واسه من بیاره مریم جان. چشم. مسعود جانم. چونم. میشه بگی چی شده؟ بشین عزیز جون، بشین قربونت برم. چرا که نگرانی؟ بگو دیگه. چشم. آپ‌کن BMW ببر. شرکت در قرعه کشی با ارسال رایگان عدد 1 به 2733. و سلام. 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 تنهایی؟ بله. نازی نایمد؟ نه، خسته بود، خوابید. خیلی خوش اومدیم، بفرمایید. اومدم یه سری بهت بزنم، ببینم که هم کسی چیزی نداری. خیلی ممنون. نه، همین چالی. ببینم، شام خوردی؟ آره، از تو اینترنت سرچ کردم، یه رستوران نزدیک چیزایی خوردم. آره خوبی کردی، میشه جونت. شما شام خوردی؟ بله، ممنون. بفرمایید. متشکرم. خب خب.
خیر باشه آقا کلهی. امین ناصر جان، اومدم یه دو کلوم مردونه با هم صحبت کنیم. صحبت میکن. نازی یه چیزایی بهم میگفت. در مورد؟ شما میخواید از ایران برین؟ نازی گفت؟ آره نازی گفت. ببین پسرم، اگرم قراره برین تو بوق و کرنا نکنید. خیلی ها چشم ندارن ببینن، میگن هنوز کفن باباش خشک نشده، این پسر زن گرفت، دست زنشو گرفت رفت اروپا و این خیلی بده. البته منم به عنوان پدر راضی نیستم که تنهام بذارید، ولی خب چه میشه کرد؟ اگه میخواهید برید اونجا یه بیزینس را بندازید و تجارت کنید اشکال نداره، اما اینجا را دست ندید، بذارید اینجا بمونه که هر موقع خواستین برگردین یه جایی مستقل داشته باشین. منم خوشحال میشم، برای اینکه فکر میکنم دیگه بچه هم نمیخوان برای همیشه منو تنها بذارن. البته آقا کلهی، ما هنوز نه تصمیم قطعی گرفتیم نه که اگر بخوایم بریم به این زودی هاست. یعنی واقعیتش بخواییم نظر من به شما خیلی نزدیک داره. یعنی منم فکر میکنم که، یعنی دوست دارم که سمتش کنم هر چی که شما میگید. دیگه خود دانید. در ضمن اگه پولی چیزی کم و کسری داشتی نگران نباش، هر چی خواستی بخر، من همیشه حسابت پر نگه میدارم. باشه بابا. ممنونتونم. واقعیتش من اصلا نمیدونم آقا کلهی، نمیدونم با چه زبانی بعد از شما تشکر کنم. تشکر لازم نیست، با هم پسرمی دیگه، غیر اینه؟ قربون سلام. خب بگو ببینم فوتبال در چه حاله؟ امشب بازی آرژانتین و برزیله؟ چی میگین آقا کلهی؟ جام ملت‌های اروپاست، آرژانتین برزیل کجاست؟ مگه اونا نمیان تو اروپا بازی کنن؟ بگذاریم. همینو که هم داشتیم، حالا دیگه قید رگوریشو و همه چی رو میزنه. واقعا؟ بله دیگه، بی خود نیست بهرام کلهی یه دخترش دست بالا رو گرفته. من که آخرش نفهمیدم این بهرام با دخترشه یا نازی تنهایی داره ناصر رو کنترل میکنه. آقا جون خدا بیاموز، میگفت به گرگ بیابو میشه اطمینان کرد، به بهرام کلهی نه. مادر جون نکن الان داریم تهمت بهشون میزنیم. چه تهمتی؟ کاش شما ناصر رو میدیدین باش حرف میزدین. من نه آبجی، من نه، ولی تو عزیز باش حرف بزنین بد نیست. هرجوری که صلاح میدونی. میگم یه جوری بدم نشد حرفای ما رو شنید، ما هم تونستیم حرفمون رو بهش بزنیم. کاش یه جوری میشد حالیش کرد که خودش داره دستی دستی خودش رو بدبخت میکنه. ناصر، من برگشتم. با آقای شوهر، ببین زنت چیکار کرده، برگشتم با کله پاچه. ناصر کیف داره آدم صبحانه نشه با کسی که دوستش داره بخوره ها؟ هنوز بیدار نشدی انگار. ناصر چته؟ هیچی نیست. نگام کن ناصر، دیگه من و تو شرعن زن و شوهر شدیم، مسائل تو به منم مربوط میشه، ناراحتیت منم ناراحت میکنه. همش دارم به این فکر میکنم که کی میتونه اون برنجا رو برده باشه تو حجره آقا جونم. خدا میدونه. من که فکر میکنم کار صابر کوچکیه. همین صابر کوچکی؟ اون بچه باید همچی کاری کنه؟ به خاطر اینکه تا بوده با آقا جونم مشکل داشته، با مسعودم دعوا درگیری داشته. خودت بهتر میدونی، از منم هیچوقت خوشش نمیومده. بابای من و تو هم سالها با هم مشکل داشتن، مگه از این کارا میکردن؟ بس صابر پولش کجا بوده این هم برنج تهیه کنه؟ اصلا عقلش کجا بوده که همچین نقشه‌ای بکشه؟ ها نازی، یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟ یعنی قول میدی به هم نریزی؟ بگو. صابر به داداش هم گفته که من تو با هم دیگه برنج مخلوط میکردیم. خب هیچ چی دیگه، تو زندان که بودم اصرار داشتن که همه چی رو تنهای گردن نگیرم. بگم تو هم شریکم بودی که اگه یه موقع کار کشید به تعذیرات و قانون و این حرفا، همه چی گردن من نیفته. صابر دیگه چی گفته؟ چی؟
ببین ناصر، تو الان تحت فشاری، پدرت فوت کرده، شکایت حسدی، زندان بودی، حق هم داری. یه مدت که کارا درست شه با هم میریم اروپا، اصلا حال و هوا عوض میشه. راست چجوری بهت بگم، یه جوری پیش خودم شهرمندم. من در مورد بابات خیلی اشتباه فکر میکردم. عزیزم، بابام طور مثل پسر خودش دوست داره. منم آقای کلایی خیلی دوست دارم. اون به من کم لطف نکرده. تو این شرایط هر کاری دستش برمیماده انجام داده که من از این حالا هوا در بیام. با ازدواج با موافقت کرده. این خونه رو برام گرفته. کلی لطف دیگه. نمیدونم. در موردش خیلی اشتباه میکردم. برای این که اونور بتونیم بیزینس جدید را بندازیم باید یه عالم پول داشته باشیم. ناصر بیا توی مدتی که باقی مونده کار کنیم، پول در بیاریم. ببین یه کانال جدید پیدا کردم این مدت که نبودی، که بتونیم برنج وارد کنیم بدون گمرکی. راست کار خودت ناصر. بازی حرفا میزنی برای خودت. من تو این شرایط روحیم بیافتم دنبال کاسبی؟ من اصلا اینقدر گیجم، نمیدونم دور و برم چه خبره. تو اصلا قرار نیست کاری کنی. جنسشو من جور میکنم، مشتریشم خودم پیدا میکنم. تو فقط قرار باشی ناصر. کنارم باش. باشه؟ معلومه که کنارت هستم نازی. یعنی همیشه هستم. ناصر نگام کن، بیا بیرون از این فضا. بفرمای صبحانه. اینقدر منو بازی نده بنوان، پرنده بشی بری تو آسمون گیرت میارم. با گیرم آوردی. این چجور تعقیب کردنه؟ فیلمی ندیدی چجوری زاخسی ها یکی و چوب میزنن؟ خب حالا فکر منو گیر انداختی. بگو. با تو کاری ندارم. منو تعقیب میکنی با هم کاری نداری؟ دنبالم رفیق نامردتم. رفیق نامرد که زیاد دارم. کدومش؟ خودتو به عمران ازم ایران. صابر رو میگم. صابر؟ صابر نامرد هست ولی رفیق من نیست. اصلا دشمنت حالا هرچی. کدوم گوریه؟ چیکارش داری؟ ببین تو حال و روزه منو بهتر هر کسی میدونی. سر به سر من نذار. خب؟ بهت میگم صابر کجاست. چرا نمیگی چیکارش داری؟ باید بدونم. باید ببینیمش. باید چند تا سوال ازش بپرسم. چه سوالی؟ دیگه داری سر و سرم میذاری یا؟ آقا ناصر چرا گردن کلوفتی میکنی؟ چرا مؤدب نیستی؟ دنبال صابر میگری باید بدونم باش چی کار داری؟ میخوام بپرسم اون برنجا رو کی آورده تو حجره ما؟ ها؟ کی باعث شده با زندگی من اینجوری بازی کنن؟ به من چه؟ به صابر چه؟
یعنی چی به من چه؟ چرا داری خودتو میزنی به نفهمی؟ کی اون برنجه رو آورده تو حجره ما؟ کی باعث شده آقا جون من بره؟ راست می الان دلیلت برای پیدا کردن صابر منطقی شد، قبول دارم. ولی من چرا باید بیافتم کف بازار صابر برای تو گیر بیارم؟ منظور چی؟ یعنی اینکه اینقدر صابر چی به ما میماسه؟ منظور چی؟ وای وای خرابترش کردی آقا ناصر، خرابترش کردی. چه مرگت تو؟ آقا ناصر، ایران پول دوست داره، از آب کره میگیره، ولی نه این پولا، پولی که بابتش عرق بریزه، عرق جبین. باشه پیداش میکنم برات، هیچی هم نمیخوام. بابام رفیقیم دیگه ها، خیلی وقت رفیقیم، بهت زنگ میزنم. تو خیلی بی جای کردی رضایت دادی. یبو برش داشته دست رود بلند کرده، زده سرتو شکنده. اخ نباید به من بگید؟ بجون گفتم که اشتباه گرفته بود. شما چرا وسادت کردی؟ مگر این بچه بزرگتر نداره؟ ها؟ اجازه بدین توضیح میدم. لازم نکرده. آقا جون تو رو به ارواح خاک حمید رضا. قسم میدی که چی؟ بیام حرفای عشق و عاشقی تو با اون پسر گردن کلفت و قلدر گوش کنم؟ ها؟ نه اینطور نیست آقا جون. پس چه جوریه؟ شما مگه به جز این پسره حرف دیگه هم داری؟ چی میخوای بگی؟ شما چرا وسادت کردی؟ حالا حتما نوبت نامزد و نامزد بازی این حرف هست دیگه. محمد رضا میشه یه دقیقه بیرون باشی؟ چشم نداشت. این چه حرفی بود جلو محمد رضا زدید آقا جون؟ میدونم از اینکه دست رو محمد رضا بلند کرده دلتون پره، حق هم داری، ولی تا الان هر اتفاقی که افتاده مقصر خود شما این آقا جون. حالا دیگه من مقصر شدم ها؟ باریکلا. اگه شما مسئلتون شوهر کردن منه، من که گفتم آقا جون من اصلا شوهر میخوام چیکار. من دیگه سر کار نمیرم، میرم میشینم تو خونه، در رو خودم میبندم، تلفنم جواب نمیدم. اینطوری خوبه؟ نگفتم که اسیر شی. دیگه مهم نیست، مهم الان محمد رضا. محمد رضا دلش جایی گیره، یکی اون میخواد، مثل که شما هم بهش اجازه ندادی، گفتین باباش عملیه. این درسته آقا جون؟ به خاطر خطایی که دیگه دخترش تاوان پس بده؟ از شما بعیده. من اگه الان اینجا فقط به خاطر محمد رضاست. اومده بود پیشم ازم کمک خواست، بهشم حق میدم. راست میگه آقا جون، از شما بعیده. و اگه باباش اعتیاد داره کمکش کنین بیاد ترک کنه، بالا سرش وایسید. اینکه صورت مسئله رو پاک کنین که درست نمیشه همه چی. اون دختره بالاخره میره زن یکی دیگه میشه، محمد رضا میره یه دختر دیگه رو میگیره. ظاهرا آب از آبم تکون نمیخوره، ولی خدا رو خوش نمیاد آقا جون به خاطر یه آدم خطاکار دو تا جوون عاشق پاسوز بشن. آقای کتانجی، محمد رضا عاشقه، عشقش هم پاک دیگه، خود دانی. با اجازه.
سلام. ببخشید من فکر کردم تلفنی. یه پارتی چایی رسیده بنده. 36 تن. 36 تن. خیلی زیاده. فوقش من بتونم. یا همش یا هیچ. آخه الان اوقات نقدینگی ندارم. نصفش مشتری نقد داره. رسید تهران پولشو وصول میکنی. باشه. با این حساب میخوام. اینم مجوزش. شماره تماس و همه چی توشه. میری میاری. نمیشه تلفنی واسم بفرستن؟ میری میاری. بله. میرم میارم. 2000 تا گوشی موبایلم هست. همه به روز. الان من تو کار موبایل نیستم. باید بازارشو باز کنم. باز کن. همون بندره. تحویل فرودگاه تهران. مجوز گمرکی و اینها میدی میاری این طرف. همه مدارک توی پاکته. چقدر وقت دارم تو نقدش کنم؟ هیچ. هیچی؟ به سلامت. بایسته حرکت کن بسر. سلام و عرض ادب. می‌فهمیدید من میومدم خدمتتون خانم؟ اونطوری که زشته آخه. سلام. چی بود پای تلفن نمیتونستی بگی؟ ناصر اومده بود سر وقت. خب چیکار داشت؟ دنبال صابر میگشت دیگه. گمونم بورده که برنجا رو اون انداخته تو اجاشون. تو چی گفتی؟ من که هیچی گفتم، خبری ندارم، ولی میگردم پیداش میکنم برات. یه مدت تو بازار آفتابی نشو. به صابرم بگو گم و گوشه کس پیداش کنه. باشه، ولی من اگه نیام تو بازار مشکل برام درست میشه دیگه. میدید من همینجوری که تو بازار را میرم 2000 نمیتونم در بیارم. حالا این باشه که اصلا نرم تو بازار و حالا خون بالا خون تو خونه و ای بابا بابت پول نمیگم که شما هم سری پول در میدونم. بابا شرمنده هم همینجور قسم درد دل کنم، شما هم که دیگه خجالت موندید. صابر کجاست؟ صابر خونه دومادشون قایم شده. چشم ازش بر نمیداری؟ نبینم میگی خبر ندارم و این چیزها. نه بابا شما منو نمیشناسی. من اینه کنه میمونم از این به بعد از صبح تا شب منتظرم که آنلاین باش جشن آنلاین برسونمتون. بابا اینجوری درست نیست آخه. ای بابا آروم برو. تو چیا کشیدم من